عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه ها آن است که یک فضایی سرشار از محبت، شفقت، مشورت فراهم بکند که ما بتوانیم به کمک همدیگر با آزادی فکری و فارغ از هر گونه تعلقات و یا تعصبات شخصی، فرهنگی، نژادی، قومی، دینی مسائل رو در بهبود جامعه انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم. این برنامه ها همانطور که مستحضرید و بنده تأکید کردم به هیچ گونه حزب سیاسی و یا مذهبی خاصی تعلق نداره، چون بنده معتقد هستم که وقتی شما به یک مذهب و یا حزب سیاسی خاصی تعلق دارین، چه بخواهید چه نخواهید، تحت تأثیر اون اعتقادات حزبی و گروهی و یا مکتب خاص قرار میگیرید و میتواند این تعلق به صورت افراطی بهش توجه بشه و چشم و گوش ما رو کور و کر بکنه. به همین جهت بنده شخصا و همچنین مهمانان عزیزم رو ازشون درخواست کردم، التماس کردم که مطالب رو اصولی، بنیادین و کلی مطرح بکنند. این برنامه هدف اصلیش انسان سازی است و انسان رو به عنوان یک حقیقت پویا میشمارد، بدین معنی که در حال تغییر و تحول است و انشاءالله هر روز از روز قبل خودش کاملتر، نه کامل مطلق، و پیشرفته تر می شود و این پیشرفت و کمال مقدمه ای را حاصل می کند برای پیشرفت های بعدی. به همین دلیل این برنامه ها توسط بنیاد غیر انتفاعی انسان به شما تقدیم می شود و تمام مخارجش توسط کسانی مثل خود شما که ناظرید و فکر می کنید که این برنامه ها مفید هست، تبرعاتی می دین و اگرم بخواین کمکی بکنید، تمام تبرعات اگر در نورت امریکا، یعنی بالاخص در ایالات متحده شما اگر سکونت دارین، تمامش تکس دیدکتبله، چون این یک فاندیشن غیر انتفاعی است. اما برنامه امروز و مهمان امروز، بنده شخصا بر اثر تجربیاتم و ملاحظاتم در عرض این تقریبا 5 سالی که در خدمت شما بودم، آن است که تمام مشکلاتی که ما داریم، تمام بدبختی هایی که نصیبمون شده، اگرچه عوامل متعددی داره، ولی عامل اصلی عدم فکر، تعقل، جستجوی حقیقت فردی است. یعنی آن که اگرچه ما انسانی هستیم که ممیزیم از تمام طبقات مادونمون، چه حیوان، جماد، نبات، و امتیازمون به عقل و درایتمونه، متاسفانه اگر بخواهم من صمیمانه و بدون غرض و مرض با شما صحبت بکنم، این عطیه رو ما استفاده نکردیم و همواره به عادتهای مضره و یا تقلید و پیروی کورکورانه پرداختیم. و اگر هم به نظر خیلی روشن فکر می آییم، وقتی که یک کالبد شکافی عقلانی بکنیم،
میبینیم که در درون خودمون احساسات افراطی داریم، عجولانه تصمیم میگیریم و سعی میکنیم به هر طریقی که شده خودمون رو جزء روشن فکران بدانیم. از این جهت است که از 10 سال تا یا حتی قبل لزون متخصصین، چه روانشناسان، چه فلاسفه، چه جامعه شناسان، به اینجا رسیدن که واقعا فکر کردن یعنی چی؟ تفکر انتقادی یعنی چی؟ چگونه من میتونم تشخیص بدم که چه عادتهای مضری در فکر من وجود داره که خودم هم ازش غافلم و امثال این گونه مقوله های بنیادین. در این مسیر با یکی از دوستان همکاران اجتماعی خودم آشنا شدم که قبلا هم از وجودشون استفاده کردم، دکتر باقری، که سعادت دارم امروز هم در خدمتشون باشم. شما سوالات زیادی رو مطرح کردین، من سعی میکنم در طی این مکالمه و محاوره این سوالات رو هم تا اونجایی که امکان داره مورد بحث و مطالعه قرار بدم. این برنامه ها همونطور که میدانید مصاحبه نیست بلکه محاوره است، و محاوره ای هم که بنده مطرح میکنم محاوره سقراطی است، نه اینکه من سقراطم، نه مهمانم ادعا میکنه که سقراط است. طریقت سقراطی رو ما اتخاذ میکنیم، یعنی دنبال این نیستیم که کی درسته کی غلطه، بلکه میخواهیم حقیقت رو جویا بشیم و از هم دیگه یاد بگیریم. با این مقدمات بنیادین و کلی به مهمان عزیزم خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدین جناب باقری. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ریاضتی، و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز این برنامه. امیدوارم بحث امروز مفید باشه و از وقت عزیزان از وقتشون نهایت استفاده رو ببرم. و همانطور که شما فرمودین، محاوره ما که مصاحبه نیست و محاوره هست، به همان روش سقراطی پیش بره و بتونیم مطالب مفیدی رو خدمت عزیزان ارائه کنیم. قربان شما. جناب دکتر، برای اینکه این دوستان عزیزی که به ما پیوستن یک مقدار در مورد نحوه مکالمه ما که بر اساس اسلوب سقراطی مطرح میکنیم، میخواین مکالمه سقراطی رو یک ویژگی هایی که داره رو عنوان بفرمایید که مردم آشنا بشن؟ خواهش میکنم با کمال میل. در مورد سقراط ما واقعا باید همه بدانیم. سقراط روش بیبدیلی رو برای آموزش در واقع به کار گرفت که به پرسشگری سقراطی معروف شد، چون سقراط لکچر نمیداد، سخنرانی نمی کرد، سقراط سوال می کرد و در یک نظام در واقع به صورت نظاممند پرسش‌هایی رو مطرح می کرد و فرد رو در یک جریان سیال فکری قرار میداد که این بعداً به عنوان سقراطیک کوئسچنینگ معروف شد و جزء البته روش‌های آموزشی هم قرار گرفت. و جالب خدمتتون بگم که من که در رشته آموزش فعالیت می‌کنم، علت ورود من به رشته کریتیکال تینکینگ و تفکر نقادانه همین پرسشگری سقراطی بود. سقراط با پرسیدن درباره مفاهیم کلیدی که خیلی برای تفکر مهمن و اگر شما مایل باشید امروز میتونیم درباره شون صحبت هم بکنیم،
مفاهیم کلیدی مانند مثلا عدالت رو مورد توجه قرار میداد. قبل از اینکه به این مفاهیم کلیدی بپردازیم، یک سوالی که همیشه در مورد سقراط و نحوه اجرایی و جستجوگری سقراطی مورد توجه هست، آیا این نیست که سوالها برای شناخت یک حقیقتیه که مجهول برای دو طرف، و یا آیا میشه سوء استفاده کرد از این طریقت که من یک حقیقتی رو در ذهن خودم تصور کردم، چه حالا درست چه غلط، و این سوال و جواب من با شما فقط برای این است که شما رو هم به همون جایی که من میخوام برسونم، یعنی در حقیقت یه سوء استفاده بحرانی از طریقت سقراطی. میتونین یه توضیح بفرمایید؟ خواهش میکنم. اجازه بدید از گفتار خود سقراط من اینجا استفاده کنم برای این مطلب بسیار ارزشمندی که شما مطرح کردید. سقراط خودش میگه که میدونید که مادر سقراط یک ماما بوده، میدوایف بوده، و سقراط از این استعاره استفاده میکنه تا وظیفه خودش رو به عنوان یک انسان خردمند مشخص بکنه. میگه من نمیخوام در جریان پرسشی که انجام میدم، پرسش و پاسخی که انجام میدم، در صدد نیستم که افکاری رو وارد ذهن شما کنم. میگه که من به شما کمک میکنم تا شما افکاری که در درون ذهنتون دارید رو به عرصه ظهور بیارید، کاری که یک ماما میکنه. و استفاده از این استعاره به نظر من گویای همه چیز هست. آفرین. که او چه روشی رو به کار گرفت. یعنی در حقیقت آیا من درست میفهمم به زبون خیلی مردمی که در حقیقت سوال فقط عرصه‌ای رو فراهم میکنه با نهایت درجه نیت پاک که اون بچه بتونه آنچه که در وجود ذهنی خودش هست، هر چیزی که هست، اون رو به عرصه شهود بیاره. درست فهمیدم؟ بسیار عالی فرمودید. آیا متشکرم از این توضیحت. آیا این در حقیقت همون، چون همونطور که شما استاد بنده هستین میدانید، ما هر چی داریم از این جناب سقراط، در حقیقت از شاگرد با نفوذش افلاطون هست. آیا وقتی که من جمهوریت ریپابلیک رو میخونم، قسمت ایژوکیشن رو میخونم، همون دانش پروری و تعلیم و تربیت، آیا پس افلاطون وقتی میگوید که ایژوکیشن در حقیقت یعنی به عرصه ظهور آوردن اون چیزی که این شخص در وجودش هست، چون تا این نیاد بیرون محاوره بنیادی سالم نمیتونه صورت بگیره؟ درست فهمیدم این رو؟ بسیار عالی بیان فرمودید. اینها این روش در واقع انتقال مطلب رو از روش لکچر دادن، سخنرانی کردن، موعظه کردن، نصیحت کردن، از این حالت خارج میکنن و به مدل پرسش و پاسخ که به صورت نظاممند انجام میشه میارن، و این عرصه بسیار مناسبتری هست نسبت به اون شرایط که ما با لکچر دادن، با سخنرانی کردن بخواهیم مطالبی رو در واقع، چون در واقع اینتراکشن صورت نمیگیره. در لکچر یک نفر گوینده هست و یک نفر شنونده و باید بشنوه و یاد بگیره و بره پی کارش. و این روش آموزشی امروزه در دانشگاه ها هم مورد توجه قرار گرفته و در فلسفه آموزش میگویند بهترین معلم کسی هست که کلاسش رو با سوال شروع کنه، نه با لکچر. آفرین.
شما اشاره می‌فرمایید، من دقت کردم در تمام بیانات اهلای خودتون به نظام، یک نظام بندی که این محاوره رو محاوره سالم بکنه، سوالها رو سوالهای دقیق تر بکنه. این نظام رو شما از کجا وارد قضیه میکنین و چه چیزی هست که این نظم رو ایجاد میکنه؟ آیا خود محاوره و پروسه محاوره خودش نظم رو کنترل میکنه یا خیر یک نیت قبلی وجود داره که اون نظم میده محاوره رو؟ نیت قبلی به این معنا که از قبل شخصی تصمیم خودش رو گرفته باشه نیست. جناب دکتر ریاضتی، ما با همین مشکل داریم، با همین قطعه. آفرین. که کسی از قبل تصمیم خودش رو گرفته باشه. آفرین. ما مشکلی که در جامعه داریم با افراد، چون ما داریم الان آموزش تفکر نقادانه رو کار میکنیم، با افراد در تعامل هستیم که و این مسئله رو زیاد میبینیم که اونا از قبل تصمیم خودشون رو گرفتن. وقتی که با شما صحبت میکنن یا به حرف شما حتی گوش میکنن، اونها در صدد این هستن که نظر خودشون رو اثبات بکنن. آفرین. یعنی اون ذهنیت از قبل ساخته شده. در مورد بحث نظام که مورد توجه من هست، من این رو از تعریفی که برای پرسشگری سقراطی ارائه میشه خدمت شما عرض میکنم. در اونجا ما میگیم سیستماتیک، یعنی از کلمه سیستماتیک در زبان انگلیسی استفاده میکنیم برای تعریف نوع پرسشگری سقراط که باید نظاممند باشه. یعنی پرسش‌های بی ربط نیاد تا اون جریان فکری صحیح شکل بگیره. نظاممند هرگز به این معنا نیست که من از قبل تصمیم گرفتم شما رو ببرم یه جای به خصوص و دارم شما رو پله پله میبرم، که این کار شیادیه و تفکر نیست. قربان شما. علت این که این سوال رو مطرح کردم محمد جان، آن است که یکی از کسانی که خیلی به این قضیه که شما اشاره فرمودین پرداخته، آلفرد نورت وایتهد. وایتهد دو تا کتاب خیلی معروفی داره که من پیشنهاد میکنم هر کسی که میخواد تفکر نقادانه رو بفهمه به وایتهد توجه بکنه. وایتهد همونطور که میدونیم با راسل فیلسوف شهیر هم نوا بود. دو تا کتاب، یکیش هست Aims of Education، هدف اصلا تعلیم و تربیت. دومی که خیلی روی من تأثیر گذاشته Process and Reality، یک جریانی هست برای رسیدن به حقیقتی. حالا جناب دکتر، اون نظر رو اینطوری معنی میکنه: اگر جمیع عالم رو ما یک حقیقتی بپنداریم، این کل اجزا داره، اجزا با هم رابطه دارن. نظم یعنی ایجاد یک رابطه هماهنگ منسجم منطقی تا جایی که هیچ عضوی در حقیقت کل نی و هیچ کلی حقیقت عضو رو پایمال نمی کنه. شما با این تعریف وایتهد موافقی وقتی میگی نظم؟ بسیار عالی فرمودید، ممنونم از این توضیح شما. من حتما همین. حالا من حالا بریم سر یه تعریف بنیادین. مفاهیم کلیدی: عقل، هوش، فکر، ذهن. همین چهارتا رو فعلا ما نگرش می‌داریم. ذهن کجاست؟ فکر کجاست؟ هوش کجاست؟
عقل کجاست؟ بسیار عالی. یکی از مسائلی که باید مورد توجه ما قرار بگیره در مسئله تفکر، هر کس که به این بحث ها علاقمند هست باید نسبت به این موضوع حساسیت خیلی زیادی داشته باشه و حتی میتونم از کلمه وسواس استفاده بکنم، باید وسواس به خرج بده، مسئله مفاهیم کلیدی هست. ببینید، مفاهیمی نظیر عقل، ذهن، هوش، خود کلمه تفکر، اینها از طرف بزرگان با معانی متفاوتی به کار گرفته شدن. قبل از هر چیز ما باید به این مسئله بسیار مهم توجه کنیم. وقتی شاگردی از ملا هادی سبزواری میپرسه تفکر یعنی چه؟ و ملا هادی سبزواری در چند بیت شعر تفکر رو برای او تعریف میکنه، اون معنای تفکر اصلاً در آنچه که ما در تفکر نقادانه به دنبالش هستیم با اون هماهنگی نداره. ما باید به این مسئله توجه کنیم که وقتی مثلا مولانا از عقل صحبت میکنه یا زمانی که میگه مثلا پای استدلالیان چوبین بود، چرا این حرف رو میزنه؟ اینجا ما میریم به این مسئله میرسیم که ما باید بریم ببینیم که بزرگانی که ازشون صحبت میکنیم، حالا راسل باشه، مولانا باشه، در هر در واقع فرهنگی ما بزرگانی داریم، مسئله بسیار مهم این هستش که ما بدانیم که این مفاهیم کلیدی در چه معنایی به کار گرفته میشن. این خیلی حائز اهمیته. آیا این معانی کلاس‌های آموزشی بفرمایید؟ آیا این معانی ثابته یا پویاست و با تغییر و تحول زمان و مکان عوض میشه؟ بله، پویاست. معانی یکی از ویژگی‌های مفاهیم ذهنی، یکی از در واقع اصلی ترین اصول در مورد مفاهیم فکری این هست که اینها پویا هستند. ما در زبان انگلیسی از کلمه کانسپت استفاده میکنیم و کانسپشن. بله. که بگوییم اون مفهومی که بین در میان یک جمعیتی که مورد استفاده قرار میگیره با یک زبان به خصوص، حالا اینجا بحث آقای دکتر بحث زبان هم مطرح میشه. کاملا صحیح. که حالا باید ویتگنشتاین رو استفاده کنیم. ببینید، بحث این که ما فکر بکنیم چون من و جناب عالی از زبان فارسی داریم استفاده میکنیم، یکی از مغلطه ها الان اینه. چون ما داریم از یک زبان مشترک به نام زبان فارسی استفاده میکنیم، ما تصور کنیم، تلقی کنیم به اشتباه که مفاهیمی که در ذهن من هست همان مفاهیمی هست که در ذهن شماست. چون ظاهراً هر دو نفر میگوییم آزادی، ظاهراً هر دو نفر میگوییم عقل. ببینید، شما در مقدمه امروز به یک موضوع بسیار زیبا اشاره کردید و فرمودید علت توجه شما در این برنامه ها به مسئله تفکر این هست که میبینید که بسیاری از مشکلات فردی ما ناشی از روش فکر کردنه. من میخواهم اگر شما اجازه بدین به این یک کلمه اضافه کنم و بگم که مشکلات فردی و اجتماعی ما. بله. یعنی اگر شما میبینید جوامع بشری گاهن مشکلاتی برای خودشون دست و پا کردن، این مشکلات به خاطر طرز فکر آن جمعیت هست، آن اجتماع هست که برای خودشون در واقع این گرفتاری ها رو درست میکنن. یعنی اگر ما بتونیم خرد ورزی، اندیشه ورزی، تفکر رو به روش صحیح به افراد آموزش بدیم، و تمام بحث ما اینجا همینه، گرفتاری های هم فردی
هم اجتماعی گرفته میشه. ببینید آلبرت اینشتین جمله بسیار قشنگی داره اینجا، میگه که جهانی که ما با فکر خودمون ساختیم هرگز عوض نمیشه مگر اینکه ما فکر خودمون رو عوض بکنیم. آفرین. یعنی اگر من در سطح زندگی شخصیم مشکلاتی دارم، این مشکلات برمیگرده به طرز فکر من، من باید برم و اونجا رو سامان بدم، ببینم کجا در نحوه فکر کردن من مشکل داشتم که این مشکلات رو برای خودم، این گرفتاری ها رو ایجاد کردم، هم در سطح فردی هم اجتماعی. بله. در مورد مفاهیم فکری که مطلب مورد توجه شما هست در این قسمت، اصلا در تفکر نقادانه یا کریتیکال تینکینگ ما این سوال رو مطرح میکنیم که انسان چگونه اصلا فکر میکنه، ما چه فعالیتی انجام میدیم، چه اتفاقی در ذهن ما میفته که ما فکر میکنیم. ابزار تفکر انسان مفاهیم فکری هستند. بله. یعنی ما میاییم دنیای خارج از ذهن رو در درون ذهن میسازیم با مفاهیم ذهنی، مفهومی از خداوند در ذهن خود داریم، یک با اون مفهومی که در ذهن داریم به آن پدیده بیرونی فکر میکنیم، با مفهومی که در ذهن از آزادی ساختیم به مفهوم آزادی فکر میکنیم. پس اینجا دو تا آزادی وجود داره، یک آزادی در دنیای بیرون، یک آزادی در ذهن من. امروزه که بحث انتخابات آمریکا مطرحه و شخصیتی به نام آقای دونالد ترامپ مطرح هست که عرصه انتخابات رو حالا به آقای بایدن واگذار کرده، شما ببینید آقای ترامپ یک واقعیت خارجیه برای ما، در خارج از ذهن ما وجود داره، اما توجه کنید که این شخصیت واحد چگونه در ذهن افراد مختلف مفهوم سازی شده. بعضی ها اون رو ناجی کشورشون میدونن، بعضی ها عقاید ایشون رو مخرب میدونن، سوای از این که حالا کدوم گروه درست فکر میکنن که بحث ما نیست، چون ما وارد بحث های سیاسی اصلا نمیشیم. بحث ما این هستش که شما نگاه کنید که برای یک مفهوم واحد از کلمات حالا ابسترکت و انتزاعی نظیر آزادی گرفته تا مقولاتی مثل یک شخص مثل آقای ترامپ که من مثال زدم، ببینید که در مفاهیمی در ذهن ما وجود داره، ما با این مفاهیم ذهنی هست که فکر میکنیم. حالا من یه سوالی که مطرح میشه محمد جان، من خیلی خوشحالم که شما این موضوع رو باز کردی. اولا تشکر میکنم. میدونید این یکی از مشکلات اساسی بود که ویتگنستاین در حقیقت متوجه شد و در اون کتاب معروف فلسفیکال اینوستیگیشن خودش که من ترجمه قابلی ازش نیافتم، چون من با اصل رو دیدم، ترجمه هارم خوندم و همیشه هم ترجیح میدم که کتابا رو به همون زبونی که نوشته شده انسان اگه بخونه شاید به اون مفاهیمی که در ذهن نویسنده بوده بهتر یا نزدیکتر میشه. مشکلی که وجود داشت برای ویتگنستاین این بود که ما آیا اصلا میتونیم یه مفاهیم یا معنی جهانی برای این واژه ها پیدا بکنیم؟ یعنی به عنوان ذکر مثال وقتی شما میگویین آزادی، آزادی در ذهن افراد مختلف به قول ویلیام جیمز در کتاب پراگماتیسم خودش بر حسب تجربه‌ای که داره این مفهوم رو ایجاد میکنه و اون مفهوم یک مفهوم حقیقی واقعی برای او محسوب میشه و شاید اصلا ربطی هم نداشته باشه به اینکه حقیقت خارج از ذهن این فرد چیه. سؤالی رو که ویتگنستاین مطرح کرد ولی جوابی بهش نداد،
این بود که بعدم ما دیدیم خیلی از این زبانشناسا برای وحدت عالم و برای وحدت عملی عالم گفتن ما انتخاذ میکنیم یک زبان بین المللی و یک خط بین المللی که شاید اون کمک بکنه برای توجیه مفاهیم کلی. من نمیدونم علاوه فلسفی واقعا همچین چیزی امکان داره نداره. آیا میتونیم ما یه مفهوم کلی برای آزادی ایجاد بکنیم؟ در صورتی که آزادی میتونه فردی باشه، میتونه موضعی باشه، میتونه فرهنگی باشه. یه مقدار در مورد این قضیه بفرمایید. خواهش میکنم. به نظر من در سطح کلان این یک نوع آرزو اندیشیه و این کار رو نمیشه کرد که ما بتوانیم مثلا مفاهیم رو ببریم در یک سطح انتزاعی به گونه ای تعریف کنیم که مورد قبول همه باشه، چون این چیزی اصلا از نظر عملی غیر ممکنه. ولی کاری که ما میتونیم بکنیم و باید بکنیم این هست که وسواس داشته باشیم نسبت به مفاهیمی که استفاده میشه. من یه مثال برای شما میزنم. در جریان انقلاب سال 57 گروهی از افراد با آقای خمینی همکاری میکردن، در انقلاب بودن، خیلی فعالیت میکردن و اینها بعد از انقلاب با ایشون زاویه پیدا کردن و مشکل پیدا کردن. مشکل اینها از همین جایی که امروز ما داریم بحث میکنیم شروع شد. یعنی اینها آمدن زیر شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی وایستادن و انقلاب رو به پیروزی رسوندن. ولی بعد از انقلاب متوجه شدن مفهوم آزادی در ذهن اونها با مفهوم آزادی آنچه که آقای خمینی میگه خیلی فرق داره و بعدن دچار مشکلات و گرفتاری ها شدن. این که من بحث مفاهیم فکری رو خیلی مهم میدونم و همیشه در کارگاه های آموزشی خودم ابتدا با مفاهیم فکری شروع میکنم به همین دلیله. اول باید ما تکلیف خودمون رو روشن کنیم که وقتی میگیم عقل ما به چی میگیم عقل. چون من دیدم که گاهی من از این مفاهیم استفاده میکنم، یه فردی یه شعری از یک شاعری برای من میخونه و میخواد که کلمه مثلا عقل در اون به کار رفته و اتفاقا عقل رو هم کوبیده شاعر مثلا حافظ، و ایشون متوجه این مسئله باید باشیم که وقتی حافظ میگه عقل باید ببینیم منظورش چیه از عقل، به کدام عقل حمله میکنه، چرا حمله میکنه، چه ذهنیتی داره. این خیلی خیلی مهمه. بنابراین اون مطلبی که شما فرمودین به نظر من در سطح کلام که ما بتوانیم یک زبان بین المللی درست کنیم که مفاهیمش در برگیرنده مفاهیم عالم و مورد قبول برای همه انسان ها باشه، این غیر ممکنه. اما آنچه که ممکن هست این هست. ببینید در قراردادها چیکار میکنن؟ در قراردادها وسواس زیادی وکلا به خرج میدن که تک تک کلماتی که در قراردادی داره امضا میشه مورد استفاده هست، اینها مورد توافق باشه، یعنی اینها بدونن دارن چی رو امضا میکنن. بله، این مسئله خیلی مهمه. من متوجه بیان شما هستم و به آزادی فکر شما هم که قادر هستیم مسائل رو بدون تعصب مطرح بفرمایین برای من نوت‌ورتی و قابل توجهه. آیا چیزی که ویتگنستاین میگفت، چیزی که کانت در مقوله های فکری خودش میگه، آیا این همون قضیه ای نیست که افلاطون رو به یه بحث انتزاعی مسل رسون؟ اگرچه ما نمیتونیم این مفاهیم کلی رو مثل انسان کامل، این یک مفهوم یا
به قول افلاطون اگر شما هزارها نو گاو در عالم میبینی، همه اینها یک نمودی از یک مفهوم کامل انتزاعی گاون. حالا شما به جای گاو بذار مفهوم آزادی، مفهوم روشنگرایی. آیا فکر نمی کنین به جای این که بگوییم که ما کاملاً حرف ویتگنستاین رو و کسی یکی خیلی رو این کار کرد راسل بود، آیا این رو کاملاً بگیم که یک دلخوشیه و شاید ما دلمون رو میخواییم به این خوش بکنیم؟ آیا میشه یه راهی هم پیدا کرد که نشون بدیم در حقیقت همه این افراد در حقیقت به قول وایت هد دارن یه حاشیه‌ای مینویسن بر قضیه مسل، که ما اگر کلی یک مفهوم جهانی از یک واژه داشته باشیم، اگرچه هیچ موقع به اون مفهوم نمیرسیم، ولی یومن فیومن متحدن متفقن در مسیر اون حرکت میکنیم. آیا این یه راه حل خوبی نیست؟ من در اندازه شما عقل شعور فلسفی ندارم. راهنمایی بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید جناب دکتر، مطلبی که افلاطون صحبتش رو میکنه این هستش که در مسل میگه که این مفاهیم وجود دارن، بعداً نمونه های اینها رو ما در این جهان میبینیم، یعنی مفهومی انتزاعی از اسب وجود داشته در عالم خلقت و بعداً حالا اسب های گوناگون اومده. ولی اون چه که وایت هد و اینها میگن اینه که این مفاهیم بعد از، یعنی به نظر ارسطو نزدیکترن. بله. این مفاهیم بعد از این که ما با صور مختلف آشنا شدیم، اسبهای گوناگون رو دیدیم، یک در واقع مفهوم انتزاعی از اسب در ذهن ما شکل میگیره. بنابراین اختلاف ارسطو و افلاطون اینجاست که افلاطون معتقده که اینها در عالم مسل وجود دارن، بعد مظاهر و مصادیقش در این دنیا دیده میشه. ارسطو میگه نه، اول ما اینها رو در این دنیا میبینیم، بعدن یک مفهوم انتزاعی شکل میگیره. بله. روی این تقدم و تأخرش بین افلاطون و ارسطو اختلاف نظره. آیا اگه ما بخوایم این دوتا رو با هم مخلوط کنیم، کسی که خیلی روی این کار کرد فرانسیس بیکن معروف بود، درسته؟ فرانسیس بیکن در اون کتاب معروفش پیشرفت دانش، این در حقیقت به یه حقیقت مضاعف معتقد شد. حقیقت مضاعف یه حقیقتیه که از عقل ناشی میشه، یه حقیقتیه که از کشف شهود و تجربه حاصل میشه. یعنی این در حقیقت اومد افلاطون و ارسطو رو با هم یه پیوندی داد. و کانت، خوب دقت کنید، این بحث بحث قشنگیه جناب دکتر. ببینین کسی مثل ویلیام جیمز و جان دوی که خیلی رو این کار کردن، ویلیام جیمز میگفت خیلی از این مفاهیم رو شاید نتونیم ثابت کنیم. من تا به امروز نتونستم در آثار و مقالات افلاطون ببینم چرا باید من فرض بکنم که یک انسان کاملی وجود داره. ولی کسی مثل ویلیام جیمز همون کاری رو که کان کرد در این ریشه های ماورا طبیعی اخلاق خودش، میگفت مقولاتی مثل دنیای بعد از مرگ، حیات بعد از مرگ، مثل خدا، مثل اختیار / آزادی، اگرچه من نمیتونم اینا رو
ثابتشون بکنم. ببینید اما مفاهیم مثالی ها، ولی اینا حرف نمیگم مثال افلاطونیه، ولی میگه چون اگر معتقد باشم که یه خدایی هست، اگر معتقد باشم که یک بقای بعد از مرگی هست و آزادی هست، اگرچه نمیتونم ثابتش کنم، ولی یه ارزش عملی اخلاقی مثبت در وجود من داره. پس بنابراین اینا طریقتی که میخوام به اصل برگردم، مفاهیم رو ما معنی میکنیم بر حسب اینکه اللحاظ عملی آیا نفع در بهبودی فرد و اجتماع داره یا نداره، و اون مفاهیم میشه ریشه قضاوت هایی که ما میکنیم برای صحت و سقم بقایه. این به نظر من یه راه حل خوبیه که کسانی جیمز و بیکن دادن، نه نیست؟ بله بسیار خوبه. ببینید مطلبی که جناب دکتر شما میفرمایین این هستش که هم فرانسیس بیکن هم کانت بهش اشاره میکنه، به این مسئله بسیار مهم که و حتی ویگاتسکی در کتاب Mind in Society. بله. ببینید ما یه ذهن داریم، یه ذهنیت. ذهن ذهنیتی. ما یه ذهنیت داریم که در ذهن ما شکل میگیره نسبت به جهان خارج. خب و آنطور که کانت میگه ما مثل یک ماهی هستیم که در یه تنگ قرار داره. بله. که اون شیشه در واقع مهذب اجازه این که دنیا رو آنطور که هست ببینه بهش نمیده. برای همینه که حالا که ما نمیتونیم دنیا رو آنطور که هست ببینیم، باید به این مسئله اول آگاه باشیم. یعنی فکر نکنیم هر آنچه که ما میبینیم عین حقیقته. همانطور که ما با چشم فیزیکی خودمان سرابی رو میبینیم و فکر میکنیم در فاصله از ما آب وجود داره و بعد عقل ما به ما کمک میکنه که ما بدانیم آبی در آنجا نیست و این یک تصویر غلطیه که داره از طریق سیستم بینایی ما به پرسپشن ما منتقل میشه، پس ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که ما دنیا رو آنطور که هست درک نمی کنیم. ما بر اساس ذهنیت خودمان جهان خارج رو درک می کنیم. آگاهی نسبت به این مسئله بسیار مهمه. برای همینه که فرانسیس بیکن که شما به خوبی به نظراتش اشاره فرمودین در بحث بت‌های فکری چیکار می‌خواد بکنه؟ فرانسیس بیکن در بحث بت‌های فکری میاد به ما میگه که Idols of the Mind، بت‌های ذهن. میاد میگه که ذهن انسان در نقطه صفر مشکلاتی داره. به این مشکلات ما رو آگاه می‌کنه. که اولیش رو شما بهتر از من میدونین، Idols of the بله من اینجا تا اونجایی که ذهن من یاری میده، این اولا این آیدال ها رو یا بوت ها رو عادت های بد فکری معرفی میکنه. بله بله دقیقا. خیلی خوب، من نمیخوام روی تمام اینا صحبت کنم به خاطر ضیق وقت، ولی بوت های قبیله‌ای داره، بوت های غاری داره، بوتهای بازاری داره، بوتهای تئاتری داره و پنجمیش بوتهای مکاتبه. برای ضیق وقت و برای اینکه ما نشون بدیم ارزش این بوتها رو، میخواین در مورد بوتهای مکاتبی صحبت بکنیم که مقصودش چیه؟ و جالبم هست محمد جان، این حرف بیکن و اون حرف مشهور نیچه خیلی خوبه که ارتباط داده بشه، که اصلا این بوتا نیستن، در حقیقت این طریقتیه که بوت پرستی رو ایجاد میکنه، که همین عادتها رو داره نیچه مطرح میکنه. میخواین در مورد مثلا یه مفهوم سیاسی رو بگیریم، یا مفهوم مذهبی یا فرهنگی، چطوری بوتهای مکاتبی میتونه ایجاد بشه که ما بعد ازش آگاه بشیم و بری بشیم؟ بله.
در بعضی جاها چهار تقسیم بندی انجام میشه برای بت‌های فکری، در بعضی جاها که کتابی که شما از خود ایشون بیان کردین در پنج گروه. اگر عزیزان این بت‌ها رو به صورت چهار بت فکری خونده باشند، جایی باید این توضیح رو بدیم که سردرگمی ایجاد نشه، که من در یه سطر هر کدوم اینا رو اگه شما اجازه بدین توضیح میدم. بله، ما ده دقیقه اول... داریم، ده دقیقه داریم به بیان برنامه. بله، من خیلی سریع بفرمایید، چون بفرمی. که باید برسیم به اون بت‌های مکاتب و اون خیلی مهمه. بله، ببینید اول، بله، اولی که در واقع بت‌های قبیله ای هست، Idols of the Tribe، اونجا فرانسیس بیکن میگه که یه سری خطاهای فکری هست که مربوط به انسان هست، یعنی هر انسانی فارغ از این که در کدام جامعه زندگی میکنه ذهنش مشکلاتی داره که نسبت به این مشکلات باید آشنایی پیدا بکنه. ما در تفکر نقادانه در کلاس‌های آموزشی اینها رو به افراد درس میدیم. دومیش Idols of the Cave هست، همون شما فرمودین بت‌های غار. اونجا میگه که این بت‌ها در واقع اون خطاهای فکری هستند که به واسطه این که فرد در یک جامعه زندگی میکنه میتونه از محیطش این خطاهای فکری رو بگیره، یعنی این عادتهای فکری رو از محیط بگیره و باید متوجه اینها باشیم. ببینید اینجا توی پرانتز من بگم، ما دو نوع تفکر داریم، یک تفکر عادتی، همونطور که شما اشاره فرمودین تفکر بر اساس عادتهای فکری که افراد یک سری عادتهای فکری دارن به صورت ناخودآگاه نسبت به محیط واکنش نشون میدن و همین افراد میتونن بیان این سطح از تفکر رو که تفکر کانشس و خودآگاه هست که ما بهش میگیم تفکر کریتیکال تینکینگ یا تفکر نقادانه، این رو بیان و مورد استفاده قرار بدن. بنابراین این دومی میشه در واقع Idols of the Cave. همونطور که حافظ میگه در شعرش میگه چنان که پرورشم میدهند میرویم. ما هر طور که پرورش پیدا کنیم در یک محیط در واقع ذهنیتی رو شکل میدیم. سومین اون رو Idols of the Marketplace میگه که خیلی مربوط میشه به بحث های ویتگنشتاین، به بحث هایی که امروز ما داریم در مورد مفاهیم ذهنی. میگه که کلماتی که افراد یک جامعه استفاده میکنن گاهی اونها رو دچار خطاهای فکری میکنه. یعنی بحث امروز ما، علتی که من خواهش کردم در یه سطح رو توضیح بدم، علتی که بحث امروز ما در این بوت فکری سوم قرار میگیره، یعنی Idols of the Marketplace. آخریش رو میگه که Idols of the Theater. در اینجا که شما اون مطلب مکاتب رو فرمودین، اونم در همین قرار میگیره. فرانسیس بیکن میگه که این دیدگاه‌های قدیمی رو هم در امور مذهبی هم در امور فلسفی کنار بذارید. خودش هم این کار رو کرد، آمد و اون مدل دیداکشن قیاسی ارسطو رو کنار گذاشت و یک مدل دیگه از استدلال استقرایی اینداکشن رو ابداع کرد. یعنی گفت ما در گذشته نمونیم. این که شما فرمودین روی بحث در واقع مکاتب کار بکنیم، من یک نگاه انتقادی هم اینجا دارم نسبت به عزیزانی که آراء گذشتگان رو میان برای ما توضیح میدن. ببینید ما افرادی مثل آقای دکتر سروش رو داریم، آقای کدیور رو داریم، آقای دکتر دینانی رو داریم که زحمت میکشن میان آراء سهروردی و دیگر بزرگان ما رو برای ما توضیح میدن. ولی یک اشکالی که در اینجا وجود داره این هستش که ما امروز نیاز به آن چیزی داریم که فرانسیس بیکن میگه در بحث مکاتب. ما نیاز داریم که افلاطون، فرانسیس بیکن ارسطو رو خب کنار نگذاشت، ولی آمد انقلاب کرد، در کنار دیداکشن اینداکشن رو آورد. ما نیاز داریم که بر اساس نیازهای امروز فکریمون هی در شرح و توضیح سهروردی و ملا صدرا و دیگر بزرگان باقی نمونیم.
باید این رو بدونیم ملا صدرا اگه امروز زنده بود اونجوری فکر نمی کرد. آفرین. ما به این نیاز داریم. آنچه که من دنبالشم که تفکر نقادانه رو بیاریم در آموزش این هستش که ما باید افراد رو آگاه کنیم. ملا صدرا با ذهنیت زمان خودش حرف زده. اگر با اختراعات امروز، با اکتشافات امروز آشنا بود اون حرفا رو نمی زد. چیزهای دیگری می گفت. ما به یک ملا صدرای امروز نیاز داریم که مسائل امروز رو برای ما بگه. من متشکرم از این توضیحات مبسوط شما، هم مفید بود و از همه مهمتر بحث استقرا، بحث استمرار، اینا همه از جوانب مختلفه یک فکر انتقادی و یا نقادانه هست. ببینین شما اشارات زیادی کردین، من آشنایی دارم با این نفوسی که شما اسمشون رو بردین و زنده هستن بعضیشون و سعی میکنن که نظامهای فکری قدیمی رو سعی بکنن یه جنبه‌های علمی یا سود و علم به قول بعضی از دانشمندان عصر حاضر بهش بدن، برای اینکه هنوز از اون مفاهیم عتیقه رها نشدن و یا ترس دارن از اینکه رها بشن، چون اون مفاهیم رو جزء وجود خودشون دونستن در حالی که وجود ما اون مفاهیم رو به وجود میاره. اگه دقت کردیم الان اینجا ژان پل سارتر رو هم دخیل کردم که آیا وجود منه که موجودیت مفاهیم رو مطرح میکنه یا اینه که این مفاهیم در حقیقت باید حفظ بشه. جناب دکتر من نمیدونم چجوری تشکر کنم، فقط میدونم این بحث ابتدا داشت، هنوز خیلی کارا مونده که من و شما بکنیم. من تقاضا میکنم از بینندگان و شنوندگان عزیزم که این بحث رو دنبال بکنن، به برنامه های قبلی بنده با جناب دکتر محمد باقر باقری و این برنامه رو با هم ارتباط بدن تا بتونن دفعه بعد که در همون اولین هفته ماه بعد هست بتونن ادامه بدن تفاوتهایی. مثلا سوالی رو که من برای شما مطرح میکنم اگر اهلش هستین که فرق هوش و عقل چیه؟ اصلا عقل، هوش، فکر، ذهن، ضمیر، اینا رو ما خیلی استفاده میکنیم ولی تا اینها رو نفهمیم همون اسارت ها به اون بت هایی که بیکن و نیچه ما رو اخبار کردن اسیرشون میشیم و بعد میبینین در حالت عملی در این انتخابات میبینین که چقدر جدال ها به وجود میاره. فقط روی احساسات مردم رأی میدن، تعقل نمی کنن یا دنبال این باید برن یا دنبال اون باید برن. این بحثایی که در این برنامه میشه اگر چه به طور مستقیم ما با مسائل اجتماعی، سیاسی، مذهبی روبرو نمیشیم، ولی من به شما قول میدم اگر عمیق تعمق بفرمایید تأثیر میذاره در جهت فکری شما و نوع انتخاب شما در تصمیم گیری. با تشکر از جناب دکتر محمد باقر باقری، روزتون بخیر جناب دکتر. متشکرم از لطف شما. فدای شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خیلی خوب. این بحث عمیقی بود از یک طرف، بحث فلسفی بود، ولی امیدوارم که شما خسته نشدین و تلویزیون رو عوض نکردین کانالشو و نگین سنگین بود، نگین از حرف شروع شد به حرف تموم شد، بلکه من به شما میخوام قول بدم که تا این مفاهیم در ذهن شما و بنده و همه
ماها اینها مورد بحث و مطالعه قرار نگیره، ما همون اشتباهای قبل رو تکرار میکنیم در حوزه های مختلفه و بعضی موقع هم خودمون نمیدونیم که این اشتباه ها واقعا جز وجود ما شده، ولی با این بحث ها شما یک مقدار فکر میکنید در مورد نحوه فکر کردن خودتون و این هدف بنده هست. حالا من میخوام یک مقدار به سوالات جواب بدم. سوال اول شما آن است که از دیدگاه شما آیا انتخابات سیاسی در یک کشور تأثیرگذار هست بر نحوه اجرایی و انتخابی و حفظ حکومت ها در نقاط مختلفه دیگر عالم؟ همونطور که عرض کردم بنده وارد مسائل سیاسی نمیشم، چون یه اشکالی که من میبینم در مورد مباحث سیاسی اینه که اگر چه ما فکر میکنیم خیلی معقولیم، ولی زیربنای اکثر صحبتامون، نظریاتمون احساساتی هست که آمیخته است با جهلمون، با نوع تعلیم و تربیتمون، با انتفاعات شخصیمون، انتفاعات قومیمون، انتفاعات فرهنگیمون. این است که من وارد این بحث به طور خاص نمیشم، ولی من معتقد هستم بله، دنیا به هم متحده، اگرچه ما میخواییم هنوز اون بت‌های قبیله‌ای، بت‌های ملی‌گرایی خودمون رو خیلی بیش از اونی که وحدت در کثرت رو ایجاد میکنه بهش اهمیت بدیم، این طرز فکری که اگر یک جا یک حکومتی عوض بشه، بدل بشه، تأثیر نداره در جاهای مختلفه، یک انتظار نامعقوله. من معتقد هستم همه چی به هم ارتباط داره، ولی خوشا به حال کسی که وقتی که داره وارد این عرصه ها میشه عالم بین باشه، نه خودبین. حالا این خودبینی میتونه خودبینی فردی باشه، شخصی باشه، میتونه قومی باشه، چون اون موقع آب زلال رو شما آغشته میکنید به اغراضتون، اگرچه خودتون رو قانع میبینین و فکر میکنین کارتون درسته، ولی اون چیزی که بنده بهش اهمیت میدم آن است که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. من میبینم خیلی از دوستان این بیان مشهور رو تکرار میکنن، ولی خودشون در قول معترفن، ولی در عمل در حقیقت خودشون همون کار رو میکنن که فکر میکنن بده. هدف اگر خیره، باید وسائط و وسائل وصول به اون هم خیر باشه، و خیر آن است که نفع عمومی داشته باشه. بله، سیاست حقیقی یک سیاستی بایستی باشه که هم رأی درست اون کسانی که انتخاب میکنن رو در نظر بگیره، و هم آن که اصولی داشته باشه که انسانی باشه. نبایستی زجر و عتاب افراد مختلفه در ممالک مختلفه رو انکار ما بکنیم، نبایستی به رژیم های ما کمک بکنیم که در حقیقت باعث زجر و ذلت اهالی مملکت خودشون میشن، و این مختص به یک نقطه یا نقطه دیگر نیست. لطفاً بیان این حقیر رو همونطور که میگویم
درک بفرمایید. مهم آن است که این فقرها، فقر، زجر، تبعیضات که از افریقا، هند، ایران و سایر نقاط عالم داره در حال اجرا شدنه، آیا وقتی ما رهبری رو انتخاب میکنیم، آیا باید این رهبرها وقتی که سیاستی رو اتخاذ میکنن، آیا سیاستی باید باشه که به نفع خودشون و مملکت خودشونه یا یک سیاست مردمی بایستی باشه؟ به نظر بنده باید مفهوم قدرت عوض بشه، مفهوم قدرتمند سیاست مدار بایستی عوض بشه. من این رو هم خدمتون عرض کنم که آن تئاتری که ما میبینیم در صحنه‌های سیاسی عالم فقط انسان‌های ظاهربینن، احساساتین که فوراً قضاوت میکنن. اینا همش نمایانگر آن است که اهل عالم در هر مملکتی، چه در امریکا چه در ایران، از نحوه اجرایی بیزارن، دنبال راه‌حل‌های انسانی هستن. قدرت وسیله کنترل نبایستی باشه، ولی همونطور که میدانید در مذاهب و در حزب‌های سیاسی هدف رسیدن به قدرت و قدرت وسیله کنترل. آیا سیاستی که کنترل میکنه آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی ابراز آن مرام‌هایی رو که مخالفشن، آیا اینا دوام میاره؟ بنده فکر میکنم خیر. من این بحران‌ها رو اگرچه آسیب میزنه علامت بلوغ میدونم. من معتقد هستم که اینها دست به دست هم میده، روز به روز این انقلابات افزون میشه. چرا؟ چون بشر وجدانش بیدار شده. بشر چه در شرق چه در غرب دنبال حاکمیت انسانی و ارزش‌های انسانی میگرده. به نظر من هیچ رژیمی که بخواهد با دروغ، کلک، بی ارزش کردن مقام انسان و با گرفتن، استفاده کردن بت‌های قاری، قبیله‌ای، بت‌های بازاری، همونطور که ما دیدیم که در جریان انتخابات‌های سیاسی ایجاد میشه. جناب بیکن، فرانسیس بیکن، این کتاب ایشون رو بخونید، یه مقدار عاقلانه بدون آنکه طرف بگیریم وقتی میریم اصولاً وجداناً رأی بدیم، از مردم نپرسیم به کی رأی دادی، به کی رأی ندادی. اینم خودش یک نوع کنترل روی مردمه. بلکه بگذارید انسان‌ها عاقل‌تر بشن، معنوی‌تر بشن، انتخاباتشون عمومی و انسانی‌تر بشه و به مرور زمان تمام این بلایا رفع میشه و با بلایای مهمتری ما روبرو میشیم. همیشه یادتون باشه در پیشرفت، در بلوغ، همیشه بلایا وجود داره. ما به جای این که به جان هم سعی کنیم تجاوز کنیم، سعی کنیم افکارمون رو مورد مطالعه قرار بدیم. به جای این که ریپابلیکن یا دموکرات باشیم، به جای این که بهایی، مسلمان
کلیمی با خدا، بی خدا باشیم، بیاییم به قول گاندی تمام این سیستم ها رو برای یک دین و فقط یک دین ارزش یابی کنیم و اون دین به قول گاندی دین انسانیت و افسوس که پیروان کمی داره. یعنی جنگ 72 ملت رو که بهش اشاره شده در نظر بگیریم، چون الان 72 ملت دیگه نی بیشماره، در یک خانواده امکان داره جنگ ها و نزاهای اعتقادی وجود داشته باشه. من به عنوان یک روان درمانگر به شما عرض بکنم اکثر اینها ریشه های احساساتی داره، چون با خشونت بعدش تو هم میشه، با قضاوت های بیجا تموم میشه و انسان ها رو از هم دور میکنه. رأی بدین، رأی مهمه. رأیتون رو بر حسب حزب انسانی بدین، نه شرقی نه غربی، تا شاید آینده بهتر از امروز باشه. اگر مذهبی هستین من به شما عرض بکنم خدا آینده رو برای شما مهیا نمی کنه که تشریف ببرین توش. خدا به شما عقل داره اگر بهش معتقدین. بزرگترین عطیه‌اش عقل، وجدان، یگانگی ظاهر و باطن. کافر و مشرک بودن رو میخواد برداره. اگر شما به این مفاهیم نظر بکنید متوجه یک اصل میشین و اونم این است که به نظر بنده آینده من دست خود منه. من نباید ناشکر باشم، همش دستم بالا نباشه که خدایا درستش کن. خدا اگر درست بکنه من عزت انسانی رو از دست میدم. خداوند اون نیرو، عقل و درایت و شعور و وجدان و عرفان داده، ازش استفاده کنیم تا سیاست هامون رو سیاست الهی، یعنی معنوی، یعنی انسانی، یعنی عمومی بکنیم. سوال دیگه ای که کردین، چند دقیقه دیگه دارم جناب کارگردان؟ خب سوال شما در این است که آیا شما هویت خود رو در این کلی میپرسین، البته فکر میکنم درباره من سوال نمیکنید. هویت ما بایستی هویت ایرانی باشه، هویت عرب باشه، هویت امریکایی باشه در موقعی که ما انتخابات رو انجام میدیم. این بحث بحث عمیقیه. من دوستانی رو خواهم داشت که در مورد هویت صحبت بکنن. ولی سرور عزیز من، هویت من و شما قبل از اینکه ایرانی باشه، قبل از اینکه مسلمان باشه، قبل از اینکه سیاه باشه، سفید باشه، اون هویت من انسانیت منه. یعنی درک این واژه خیلی کمک میکنه در فعل انفعالاتی رو که ما داریم مطرح میکنیم. من اول باید انسان باشم، بعد ایرانی عرب باشم، چون فرقی نمیکنه. اگر من ایرانی باشم ولی انسان نباشم، ایرانی ایرانی رو میداره. شما دقت بکنید به مشکلاتی که در داخل ایران بین ایرانی ها وجود داره.
آیا واقعا هویت ایرانی آن است که ما جلوی آزادی بیانشون رو بگیریم، آزادی اعتقاداتشون رو بگیریم؟ آیا ما باید هنوز مفاهیمی رو که برای 1500 سال قبل هست هنوز بخوایم اونها رو ملکه ذهن بکنیم؟ هویت چیه واقعا؟ از خودتون سوال بکنید. هویت من چیه؟ رنگ منه، جنس منه، کشور منه؟ آیا شما خودتون ملتفت هستین که اینا همش قابل تغییر و تحوله؟ هویتون چیزیه که با شما همیشه هست، فقط پویاتر میشه، تجلیاتش بیشتر میشه. شما اگر انسان باشی، وقتی میری مثلا رأی میدی، هویت شما چون انسانیه، میگی انتخابی رو بکنم که برای جمعی اهل عالم خوب باشه. من میدونم بعضی از شما به این حرفای بنده توجهی که نمی کنین، هیچی فکر میکنین من در خواب خرگوشیم، ولی نه، مشکلات ما آن است که داریم از وسایط و وسائلی استفاده میکنیم که دیگه کار نمیکنه. خانم آقایون، ما نبایستی اهداف انسانی خودمون رو با وسایط و وسائل دروغین به دست بیاریم. ارزش این اصول انسانی رو نباید پایمال کرد، چون ناجی ما نه این حزبه، نه اون حزبه، نه این دینه، نه اون دینه. ناجی ما توجه به اینه که کدوم یک از این اصحاب، کدوم یک از این ادیان، کدوم از این عقیده ها واقعا ما رو انسان تر میکنه، عاقل تر میکنه، با شرف تر میکنه. بنابراین من به هویت به عنوان یک خصیصه درونی بیشتر معنی میکنم، نه خصوصیت های خارجی، چون من زیبایی و کمال یک انسان رو در خصوصیات خارجیش نمیبینم، به رنگش، به پوستش، به منطقش، بلکه به آنچه که سبب نجات عالم و راحتی امم هست من اون هویت رو ترجمه میکنم. سوال آخری رو هم مطرح میکنم. آیا شما به خدا معتقدین؟ با آیا لحاظ علمی بهش معتقدین؟ لحاظ فلسفی بهش معتقدین؟ لطفاً توضیح بفرمایید. من خوشحالم که سوال رو میکنید، ولی زیاد واسهتون مهم نباشه که بنده چی فکر میکنم، چون من یکی از 7 بیلیون آدمام ارزشی ندارم، نمیخوام هم اسباب تقلید رو ایجاد بکنم. به اندازه فهم و شعورم یه مسئله رو فهمیدم، هر چقدر هم سنم میره بالاتر، کشف شهودم بیشتر میشه، همون مسائلی رو که 2 سال قبل یه جور دیگه میفهمیدم، امروز یه جور دیگه میفهمم و به این افتخار میکنم که استقرا، استمرار و پویایی رو در مفاهیم خودم حفظ میکنم. به نظر بنده خدا یه واژه است، یه واژه‌ایه که در طول تاریخ مفهومش عوض شده. بنده شخصا به خدایی که ارزش‌های
که بهش ما میدیم همون خصایل انسانیه، بنده معتقد نیستم. من به خدای انسان نما ابدا معتقد نیستم، ولی همونطور که دانشمندانی که شما حتما آثارشون رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادین به شما میگن، خدا یک پدیده غیب منی لایدرکه، بدین معنی که من نمیتونم بفهممش، نمیتونم درکش کنم، نمیتونم توصیفش کنم، ذاتش رو نمیدونم، صفاتش هم بر حسب استقرا بهش نائلم. بنابراین من به جای اینکه این سوال رو اینطوری جواب بدم، میگم ارزش این واژه چیه. همونطور که در بحث با جناب دکتر باقری اشاره کردم، بعضی از این واژه ها رو ما نمیتونیم ثابت کنیم، نمیتونیم تعریف کنیم، چون اگه تعریف کنیم بر اونها احاطه داریم و خدایی که ما برش احاطه داشته باشیم دیگه مخلوق ماست. ولی ارزش این واژه ها چیه؟ ارزش یک مفهومی مثل خدا برای بنده اینه که اخلاقیات رو شاید یک مفهوم عمومی تری بهش میده، یعنی ظلم اگر در این عالم واقع بشه بالاخره کارما خدا، روابط ضروریه کارما خدا جوابش رو میده. به این که ما باید مایوس بشیم که هر کاری که میکنیم، هر زجری که میبینیم اثری نداره، این غلطه و مفهوم خدا به نظر من یه مفهوم عمومیه که میگوید که مظلومیت اثرها داره، ظالم بالاخره بر حسب نظام عالم، روابط علت و معلول عالم به جزای خودش واصل میشه و به بلوغی که لایق یک انسان هست فائز میشه. پس این واژه واژه خوبیه بدون اینکه تعریف بشه. من فکر نمی کنم این واژه یه واژه مذهبیه یا علمیه، بلکه یک قابلیت و خصوصیت روانیه تا حدودی، همونطور که کسانی مثل یونگ بهش معتقد بودن، یه آرکتایپه، یه الگوه. همونطور که بقای بعد از مرگ ما نمیتونیم ثابت کنیم، ثابت شدنی نی، محسوس نی، ولی اگر انکارش کنیم، یعنی کانتینیوتی رو، ادامه رو، استمرار رو منکر بشیم، اخلاق رو از بین میبریم. من البته باعث این رو هم تذکر بدم در حاشیه که گروهی هم هستن که فقط و فقط معتقدن ارزش‌های انسانی، ارزش‌های اخلاقیه و ما احتیاج داریم تا زمانی که زنده هستیم این ارزش‌ها رو حفظ کنیم، چه دنیای بعد وجود داشته باشه، چه دنیای بعد وجود نداشته باشه، چه خدا وجود داشته باشه، چه خدا وجود نداشته باشه. ولی چون افراد از گروه‌های مختلفه میان و تعلیمات مختلفه دارن، ما باید بهشون احترام بذاریم و این جریان انسان شدن رو ادامه بدیم. با این مقدمات کلی میخواهم از یکایک شما عزیزان که توجه کردیم به این برنامه تشکر بکنم و امیدوارم که تا هفته آینده روزها و شبهای خوبی در انتظارتون باشه. خدا نگهدار.